سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. امروز اومدیم به یک مکانی، به یک بافت تاریخی در شهر کرمان که در واقع محله آتشکده یا محله زرتشتیان هست و این پنج تا جایی که میبینین رو میخوام بریم و ببینیم که کدوم یکیشون بازن و بریم که با هم دیگه اینا رو ببینیم و بهتون نشون بدم. لطفا با من همراه باشین. اینجا ما بلیتمون رو گرفتیم به ازای هر نفر 15,000 تومان. حالا بریم ببینیم که چجوری هست. یه سری نکات هم اینجا نوشتم که دارین میبینین که خب ترجمهش هم اینجا هست. باید کفشم رو در بیاریم. خب اینم اشو زرتشت هست که رهبر زرتشتیان هست و یه خب توضیحاتی هم که پایینش داده که گفته در سال 1260 خورشیدی در شهر یزد به دنیا آمده و در لندن هم فوت شده. Thank you.
و این هم آتشکده زرتشتیان و این آتشکده مربوط به دوره پهلوی اول هست و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تاریخ ساختش هم به 1303 هجری شمسی برمیگرده. این هم محل آتش بوده که آتش توش روشن میکردن و احتمالاً عبادت میکردن. و این هم موزه زرتشتیان هست که خب وسایلشون، لباساشون، همه چیزی که قدمت تاریخی دارن و اینجا مرمت کردن و نگه داشتن.
و این هم که میمیری نوشته کماجدان، منظورش این بوده که در واقع اینو توش غذا میپختن. تو قدیم این ظرفا که مسی بوده مرسوم بوده اینا. طرف هم که وزنه های اندازه گیری لوازم ورزشیشون بوده، لوازم شکار. لوازم کشاورزی بوده. اینم اسمش مشکه که برای کره و کره گرفتن کلن استفاده می شده و این هم سپایش بوده که خب روی این سپایه این مشک قرار داده می شده و این مشک هم جنسش از پوست گوسفند بوده. و اینها هم همینجور که اینجا نوشته، اینها هم دلو هستن که نوشته از دلوی چرمی برای برداشت خاک. دلو یعنی همین که همین ظرفایی که میبینید، بعد برداشت خاک استفاده می شده و از دلوی مسی برای آب آشامیدنی استفاده می شده. و اینکه تو فرهنگ زرتشتیان فلزات مس و نقره و چینی و شیشه کلا پاکیزه هستن و کف پوش اگه اشتباه نخونم گنبارخانه هم از سنگ بوده، برای اینکه سنگ اگر بهش آفتاب می خورده یا با آب شسته می شده تمیز می شده. این هم خب سنگ قبر، نمونه های سنگ قبرشون است. و این هم اشو زرتوش دست احتمالا. و این هم اتوهای قدیمی هست که مربوط به مدرسه کیخسرو شاهروخه که اون زمان تو مدارس آموزش خیاطی، آشپزی، خانه‌داری بهشون دانش آموزا یاد داده می شده. این هم لوازم عروس ها هست که خب طبق رسمایی که داشتن، حالا مثل اینکه کلاه هست و این انگشتر هست، اون دستبند، حالت دستبند فکر می‌کنم داره، جهاز عروسه و سینی سر جهاز بهش میگن. این کفش موبد و مثل این که کفش مخصوص خودشون بوده. این هم ظرفایی هستن که مربوط به حساب کتابشون بوده، بهش میگفتن دخل آتش کده، یعنی سکه هاشون و سکه ها اینا رو تو اینا جمع آوری میکردن. این جعبه لوازم آرایششون هست که خب اون زمان خیلی هم پر بوده، همه چی هم داشته. اون جعبه لوازم آرایششون. Thank you.
و این لباس و این سفره طبق آیین زرتشتیان برای کودکانی که به سن تکلیف دینی در واقع رسیده بودن اینا استفاده می شده و یه جشنی رو براشون می گرفتن و یک لباس سفید یا بهش می گفتن زره به تن می کردن و اینکه این لباس بعد می بایست حتما سفید باشه چون که رنگ سفید در دین زرتشت و یا در دین مزداپرستی نماد پاکی تن و روان هست و یه کمربند پیمان دین هم بوده و کمربندش هم به رنگ سفید هست، حالا به رنگ سفید یا حالا این هست در واقع، و اینکه از 72 نخ از پشم گوسفند بافته شده که نشان بی‌آزاری بوده. و این هم که مربوط به آیین نوروزیشون است. و این هم که وسیله های قدیمیشون هست، گاز و منقل دارن. و این هم فکر میکنم فر باید باشه. اینم که دبیرستان کیخسرو شاهرخ بوده و این هم عکس دانش آموزان اون زمان بوده، در واقع سال 1347 هجری شمسی، و این هم عکس دانش آموزان پسر بوده. این هم که احتمالاً پرستارشون بودن. عکس‌های خانوادگی که گرفتم. و این هم کتاب هایی که توسط زرتشتیان نوشته شده و این هم مثلا رساله است، فکر میکنم رساله شونه. که اینجا در مورد نماز نوشته شده. و
و ارباب کیخسرو شاهرخ که دومین نماینده زرتشتیان بوده.